بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تفسير قرآن كريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، هر آیه رو چند دقیقه، 5-6 دقیقه تقریبا فشرده تفسیر میکنیم. الان سوره آل عمران که جزء چهارم هستیم، آیه 364 رو میخوام بگیم، با هم بشنویم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين، همان خداوند بر مؤمنین منت گذاشت، زیرا که در بین اینها پیامبری از خودشون برانگیخت که این پیامبر آیات خدا را بر مردم تلاوت کند، مردم را تسویه کند، تعلیم بده، کتاب و حکمت تعلیم بده، گرچه این مردم قبلا در یک گمراهی آشکار بودند، اما خداوند پیغمبر را فرستاد و اینها را از جاهلیت و انحراف و ظلمات نجات داد. این آیه خداوند خیلی به ما چیزی داده، اما کلمه منت را همه جا به کار نبرده. بعثت انبیا منتی است که میگه خود لقد من الله، اینم هم با حرف لام که یعنی قطعا، هم به معنی قد یعنی قطعا، لقد لا یعنی حتما، قدم یعنی حتما، یعنی حتما حتما، یعنی حواس جمع باشه، خیلی نعمت بزرگی است که انبیا برای شما فرستادیم. چون اگر انبیا نباشن انسان منحرفه، انسان منحرف یک وجود خطرناکیست. لقد من الله، قطعا و قطعا خدا منت گذاشت. من نه از مثلا ما میگم فلان چند منه، من یعنی سنگی که وسیله سنگینیه و نعمت های سنگین رو میگن من. منتها منت گذاشتن اگر نعمت بزرگ باشد و از خدا خوبه، اما کسی نعمت کوچیکی را بزرگ جلوه بده این بده، که میگن فلان بر سر من منت میذاره، یعنی حالا یک کمک مختصر کرده، حالا این نعمت بزرگ و سنگین میپنداره. اگر نعمت سنگین بود ارزش داره، مثل تکبر. تکبر متکبر از خداوند به حقه، چون خدا اهل الکبریاء و العظمه، خدا بزرگی داره، کسی بزرگی داشته باشه طوره نیست. اما اگه کسی بزرگی نداره جست بزرگا رو میگیره میگن متکبر، یعنی اترس پشه میره تو پشه بنده، اما قیافه که میگیره انگار مثلا کره زمین با انگشتش میچرخه. متکبر برای خدا خوبه، چون اهل بزرگی، اهل بزرگی از اونه، چون بزرگی از خداست. خدا اگر تکبر داشته باشه خوبه، اما ما که بزرگ نیستیم، ما که اگه اسم خودمون ممکنه فراموش کنیم، ما که همه و جمشیم نمیتونیم یه مگس خلق کنیم، این بزرگ جلوه دادن خوب نیست. یعنی از آدمای ضعیف، ضعیف ها و که خودشونو بزرگ میپندارن، خدمات کوچیکی را بزرگ جلوه میدهن، بزرگ دیدن و بزرگ جلوه دادن بده، اما اگر بزرگی جز ذاتش بشه و حق بشه این خوبه. لقد من الله علی المؤمنین، خداوند منت گذاشت بر مؤمنین. البته از بعث فیهم رسولا، بعث فیهم خداوند در همه مردم مبعوث، مال مؤمنین نیست، پیغمبر مال مؤمنین نیست، برای همه مردم میاد، منتها مؤمنین استفاده میکنن، باقی مردم استفاده نمیکنن. مثل معلمی که میاد سر کلاس برای همه بچه‌ها میاد، منتها بچه‌های درس خون درس نمیخونن، بچه‌های بازیگوش درس نمیخونن. یکی میگه با اسفیهم رسولا، یعنی در بین مؤمنین رسولی فرستاد، کسی این معنی که با اسف الناس رسولا، پیغمبر برای همه مردم آمد، منتها مؤمنین از این پیغمبر استفاده میکنن. لقد من الله علی المؤمنین، خداوند منت گذاشت بر مؤمنین. چطور؟ مبعوث کرد در بین مردم رسولا من انفسهم، از خودشون. پیغمبر بود از خود مردم باشه، یک دردان رو ببینه، یعنی اگر ما تشنه میشه اونم تشنهش بشه، ما مریض بشه اونم مریض بشه، درد آشنا باشه، برای ما الگوی عملی باشه، وقتی دست رو میده ببینیم خودش هم عمل میکنه.
سابقه شو بدونیم کجا بوده، کجا بزرگ شده. این من انفسهم یعنی پیغمبر از خودتونه، هم سابقه شو میدونید، رفتار شو میدونید، مشکلاتی که شما دارید اونم داره، عملا هم برای شما الگوه. من انفسهم. خب پیغمبر شرح وظیفش چیه؟ یک، یتلو علیهم آیاته، آیات الهی رو بر مردم تلاوت کنه. بعد وقتی آیات تلاوت شد، یزکی هم و یعلم هم، در سایه آیات الهی هم مردم رو تزکیه کنه، هم به مردم آموزش بده. این پیدا تزکیه باید در سایه آیات الهی باشه. اگر کسی میخواد خودسازی کنه، خودسازی طبق قرآن و حدیث باید بشه. این که من به شما یه دستور بدم برای تزکیه، خودسازی کنید، یه عرفانهای غلط و یا سیر و سلوک‌های غلط، روحانیت‌های غلط، ریاضت‌های غلط، حتی افرادی که مثلا میخوان عارف بشن یا خودسازی کنن، یه راههایی رو میدن که نه تو قرآن و نه تو روایات و نه در سنت و سیره پیغمبر و اهل بیتش هست، تو اینا نیست. میدن پلوی افرادی نسخه های سریقه‌ای میپیچن. اینها اگر میخواد تزکیه بشه، میگه یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. تزکیه باید در سایه آیات الهی باشه، یعنی پاش باید به قرآن و حدیث بند بشه. بعد از تزکیه میگه یزکی هم با یعلمهم، اول تزکیه رو میگه بعد تعلیم رو میگه. بعد نیتونه براتون بگم، در قرآن یه جا میگه آموزش و پرورش، سه جا میگه پرورش و آموزش، یه جا میگه، اون یه جا مال خود خدا نیست. حضرت ابراهیم در دعا گفت ربنا وابعث فیهم رسولا، خدایا برای مردم پیغمبری بعد از من بفرست که یعلمهم و یزکیهم. ابراهیم گفت یعلمهم و یزکیهم. اونجا که یعلمهم جلو افتاده سخن خدا نیست، ابراهیم این رقمی دعا کرد. اما اونجا که خدا سخن میگه، میگه نه پیغمبر میفرستم، پیغمبری که نه یعلمهم و یزکیهم، نه ایتو، نه پیغمبری که یزکیهم و یعلمهم. ابراهیم گفت پیغمبری به مردم بده که یعلم و یزکی، خدا گفت پیغمبری میدم که یزکی و یعلم. یعنی ابراهیم از این بر دعا کرد، خدا از این بر مستجاب کرد. بنابراین آنچه منصوب به خداست اینه که تزکیه مقدمه. حق هم همینه، چون تا ظرف و نشوری نمیشه شیرش کرد، اول با ظرف و شست بعد شیرش کرد. یو زکی یعنی ظرف و بشور، یو علم هم یعنی شیرش کن. منتها راه تزکیه از راه تلاوت قرآنه، از راه وحیه. اون که منو ساخته میدونه چی ساخته و چجور باید پاک بشه و خودسازی کنم. آیه 364 رو تفکر میکنیم. خداوند قطعا و قطعا منت گذاش. باقی نعمت ها رو نمیگه نعمت، اما رساله تو میگه نعمت، بعثت تو میگه نعمت. منت گذاش بر مؤمنین که در بین مردم پیامبری از خودشون برانگیخت که آیات او را تلاوت کند، مردم را تزکیه کند و آموزش بده به کتاب و حکمت. بعد میگه و این کانون من قبل و لفی و ولال مبین، گرچه اینها سابقا بد سابقه بودن. یعنی اگر آدم خواسته باشه تعرف الاشیاء و اجزاها، اگر خواسته باشه ببینه چی بوده، ببینه قبلا چی بوده. یک کسی که مچش زور داره نگاه کنه که یه زمانی که نوزاد بود، حتی اگر یه پشه رو صورتش میشست، قدرت نداشت این پشه رو بلند کنه. تو این بودی که توان بلند کردن پشه از صورتت نداشتی، حالا ماشاءالله زور پیدا کردی. حالا که زور پیدا کردی، از این زور استفاده نکن. ما چه چیزا رو احترام میذاشتیم؟ جعفر طیار وقتی رفت حبشه، پادشاه حبشه گفت خب این پیغمبری که در مکه ظهور کرده حرف حسابی چیه؟ جعفر طیار گفت بگم چیه؟ کنا اهل الجاهلیه نعبد الاصنام، ما در زمان جاهلیت راست سنگ و چوب عشق میرخدیم عبادت میکردیم، و نأکل المیته بهداشت نشدیم گوشت مرده میخوردیم، و تأتل ونأتل فواحش اهل فسق و فجور و فحشا یعنی گناه علنی و زشت انجام میدادیم، نقطع الارحام با فامیلام و قطع رابطه داشتیم، نسی الجوار همسایه ها فراموش شده بودن، یأکل القوی یمنا از ضعیف آدم های قوی ضعیف ها رو میخوردن. ما یه سیمای جاهلیت اینه. حتی بعث الله رسولا، بعد این پیغمبر مبعوث شد، هم بهداشتمون رو عوض کرد، هم فرهنگمون رو عوض کرد، هم عقایدمون عوض کرد، هم اخلاقیاتمون عوض کرد. جان فرمود و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، یادتون نره که قبلا چی بودید. انسان باید یادش نره، گای بشینه نعمت خدا رو بده. انا الذی انا الذی انا الذی، در دعاها انا الذی زیاده. انا الصغیر الذی انا الاتشان الذی انا الار الذی،
من برهنه بودم پوشوندی، من بی سواد بودم سوادم دادی، کم بودم زیادم کردی، ضعیف بودم قویم کردی، بی سواد بودم علمم دادی. اینو بشنیدم بفهمه چی بود. خدا به پیغمبر میگه علم گزید که یتیم من فآوا، یادت میاد یتیم بودی مأوا بهت دادم، و وعدت که والن فهدا، یادت میاد گیج بودی بهت خط دادم، و وعدت که عائلن فاغنا، فقیر بودی غنیت کردم. انسان گاهی بشینه نعمتها خدا رو بشماره، هم غرورش میاد پایین که متکبر نمیشه، هم عشقش به خدا اضافه میشه، و انسان اگر عاشق خدا شد بنده خدا میشه. خب این آیه هم که آیه 364 بود تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.